парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз рукунҳои асосии муқаддасоти миллӣ буда ифодагарии рамзи ҳаёти осоишта меҳнатдӯстӣ бахту иқболи сафед умид ба ояндаи нек ва лоиқи эҳтироми пиру барнои кишвар гардидааст парчами миллат дар қатори дигар муқаддасот рамзи давлату давлатдорӣ ва нангу номуси миллӣ мебошад 24 ноябри соли 1992 иҷлосияи 16-уми тақдирсози Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қасри Арбоб Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тасдиқи низомномаи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул кард ва бо ҳамин дар таърихи парчамдории тоҷикон саҳифаи нав оғоз шуд. Маҳз дар ҳамин рӯз кишвари мо соҳиби яке аз рамзҳои асосии давлати соҳиб истиқлол гардид. Рӯзи гузашта дар қасри фарҳанги Гулистони ноҳия таҷлили парчами миллии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид дар чорабинии тантанави раиси ноҳияи ҷаббор расулов муҳтарам қудратзода тоҳир толибӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти суғд накхалзода ҳокимбек сардорони сохторҳои қудратӣ роҳбарони корхонаву муассисаҳо ва фаъолони ноҳия иштирок намуданд сараввал раиси ноҳия қудратзода тоҳир толибӣ ҳозирин ва аҳли ноҳияро бо рӯзи парчам муборакбод намуд چنانی که میدانیم 24 نوامبر سال 1992 در اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی در شهر باستانی خوجند جمهوری تاجیکستان رسما صاحب اولین رمز استقلال و صاحب اختیاری خود پرچم دولتی گردید سال 2009 با اقدام بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان این سنه تاریخی روزی پرچم دولتی اعلان شد و هر سال با شکوه و تنتنه جشن گرفته می شود. تجلیل نمودن روزی پرچمی دولتی جمهوری تاجیکستان این نشانه احترام خاصه به آنانهای نیکی اجدادان سربلند نامی باشد. بگذار این رمزی دولتی ایساد اختلالمون چون نشان افتخار جاویدانی ملت و محبت و صداقت ساکنان به وطن عزیز و آباد تا آباد پرافشان باشد. پیشوای معظم ملت بر حق ذکر نمودن که هر یک فردی بانند و ناموز و وطن دوست و وطن پرور از پرچم ملی خود افتخار نموده احترام آن را همچون رمز دولت و دولتداری آزادی و استقلال وطن و همچون ثروت گرانبهای عموممیلی به جا آورده قدر و منزلت و نقش و اعتبار آن را به نسلهای امروزی و آینده تلقی نماید پرچم معین کننده مقام سیما و هستی سیاسی دولت به شما میرود باعث سرفرازی افتخار ماست که پرچم صاحب استقلالی تاجیکستان در بینوی سازمان ملل متحد در قطار پرچم دیگر دولت‌های ترقی کرده دنیا پرافشان است و عضویت دولت ما را به این سازمان با نفوذ سیاسی تاثیر می‌نماید حاضرین گرامی به خاطر در سطح ضروری جای دادن یکی از مقدسات ملت در پایتخت کشور در نزد قصر ملت با آرزو و نیت نیک برای عصرها بر جا ماندن دولت تاجیکان در خاطری در خریطه جهان بلندترین پایه ساخته پرچم ملی در آن برافراشته شد که امروز این خیابان بشکو باعث افتخاری هر یک تاجیک و تاجیکستانیان است در این ردیف سنه 22 اکتبر سال 2018 افتتاح گردیدن خیابان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تمام مردم منتکش ناحیه را سربلند و سرافراز گردانید و خیابان مذکور به مکان زیبا دلربا و گوشه دوست داشته جوانان تبدیل یافت پرچم دولتی تاجیکستان پیشگاه بینای دولتی را زیب و زینت میبخشد در روزهای جشن و سرور چون رمز سعادت و سربلندی ما پرچم ملی تاجیکستان جلوه دیگر دارد پرچم ملی میتواند در تربیه نسل نوروز در روحیه افتخار از وطن و ملت خدمت نماید به این مقصد در همه مؤسسههای تعلیمی ناحیه تدبیرهای زیادی تعلیمی و تربیوی مربوط به تاریخی ارضی وجود پرچم و تفصیل آن عملی میگردد که برای بالا بردن احساس وطندوستی خوانندگان و افتخار از کشوری صاحب استقلال مساعدت مینماید به جا آوردن احترام نسبت مقدسات ملی قرض هر یک شهروند میباشد زیرا پرچم رمزی خاصی استقلالیت و هستی ملت است دوستان عزیز از فرصت مناسب استفاده برده همه شما و در سیمای شما تمام مردم شریف و سربلند ناحیه را با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از صمیم دل تبریک و تهنیت مینمایم سپس نمایندهی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت نکخلزاده حکمبیگ از نام رئیس ولایت رجبای احمدزاده مردم شرفمند ناحیه را تبریک نمود. در پیام تبریکی مذکور چنین آمده است. ساکنان شرفمند و سربلند ولایت را به مناسبت روز پرچم دولتی
که تجلیل یکی از رمزهای مهم دولتداری ملی و سرچشمه افتخاری هر یک فردی وطن‌دوست و میهن‌پرور محسوب می‌یابد، صدقاً تهنیت می‌گویم. باعث تأکید است که روز پرچم دولتی با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان که ضمن سخنرانی بخشیده به 15مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در سال 2009 بیان داشتند، همه ساله 24 نویبر تجلیل می‌گردد. اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در رابطه با جایگاه پرچم دولتی در تحکیم دولتداری ملی و تربیه وطن دوستی هموطنان چنین تاکید نمودند. امروز مردم سربلند تاجیک این نشان صداقت را بلند برداشته از درخش رنگ و جلوی زیبای آن افتخار میکنند. با گذشت قریب 13 ساله این رمز ملی به محضر میهن پرستی تبدیل یافته، مردم و مخصوصا نوارسان و جوانان را در اطراف خود متحد می نماید، حسی وطن دوستیشان را بهتر می گرداند، امید به آینده نیک را در قلبشان قوی ساخته، در ضمیر هر فرد ملت حسی احترام به استقلال و آزادی تاجیکستان عزیز را تقویت می بخشد. واقعا هم تاریخ دولتداری گذشتگان ما بیانگر آن است که از زمانهای دور تاریخ پرچم همچون رمزی وطنداری، افتخار و دلیری و شجاعت در متحد نمودن خلق تاجیک نقش روشن گذاشته است. سنت دیرینه پرچمداری اجدادی ما که طبق برخی از سرچشمه ها از درفش کافیونی آغاز یافته، در طول تاریخ امکان فراهم آورده است که ملت تاجیک تحت این رمز دولتداری ضد همه تهدید و خطرها استوارانه استادگری کرده، میراث ارزشمند معنوی و هستی ملت خود را حمایه می نماید. از این لحاظ در تمام دوره های تاریخ گذشتگان ما به این رمز مقدس با احترام خاصه مناسبت کرده، آن را چون نشان صاحب دولتی، مدنیت و فرهنگ، آزادی و قدرت دولتداری حفظ نمودند. امروز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون تجسم وحدت و یگانگی، استقلال و آزادی و همدلی و همراهی مردم شرفمند تاجیک بر فراز انشاءات‌های بزرگ، تشکیلات و اداره‌های دولتی، مؤسسه‌های فرهنگی و تعلیمی و کارگاه و کارخانه‌ها برافراخته شده، باوری و اعتماد باشندگان را به آینده درخشان وطن محبوبمان باز هم قوی‌تر می‌گرداند. مردم سربلند تاجیک تحت پرافشانی پرچم دولتی برای تطبیق هدف‌های بزرگ سازنده آبادانی و بنیادکاری و سزاوار استقبال گرفتن جشن مقدس و بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی سعی و تلاش می‌نمایند. چنانکه پیشوای معظم ملت پیوسته تاکید می‌نماید، در این روند پرچم دولتی برای مردم شرفمند تاجیکستان همچون رمزی وطنداری، ننگ و ناموس، خودشناسی و خودآگاهی و وحدت ملی خدمت میکند. تمنا میکنیم که پرچم دولتی تاجیکستان در فضای آرام و آساده کشور عزیزمان جاویدان پرافشان باشد. بار دیگر روز پرچم دولتی را به تمام ساکنان ولایت تبریک گفته، به همگان صحت و سلامتی، خاطر جمع و با وطن عزیزمان صلح و ثبات کامل آرزو می نمایم. روز پرچم دولتی مبارک باشد. در چاره‌بینی صنعتکاران بخش فرهنگ ناحیه نمایش درباره تاریخ پرچم، سرودها در وصف وطن اجرا کردند.